الان در رابطه با مسئله حقوق بشر در ترکمن صحرا صحبت خواهند کرد. ایشون فارغ التحصیل آبیاری و خاکشناسی هستند و جزء از سازمان مدافعین حقوق بشر ترکمن صحرا و یکی از محققین فرهنگ و ادبیات تاریخ ترکمن می باشند. بفرمایید آقای گرم. متشکرم. خیلی ممنون. خانم‌ها و آقایان، یوسف کور هستم از ترکمن‌های ایران. در ایران محدوده زندگی ترکمن‌ها را ترکمن‌ها را گلستان و خراسان تقسیم شده، یعنی ترکمن ها نامی به نام خود در ایران ندارن، استانی به نام خود ندارن. من در اینجا ابتدا به طور خلاصه در رابطه با کشتارهای بدون محاکمه در ترکمن صحرا میخوام صحبت کنم و در محدوده یک سال اول استقرار رژیم جمهوری اسلامی. و در این رابطه قبل از هر چیز باید بگویم که ترکمن ها در ایران از ابتدای ترین حقوق فرهنگی و سیاسی و غیره محرومند و حقوق آنها نه تنها به عنوان اقلیت اتنیکی بلکه به عنوان اقلیت مذهبی بودن نیز پایمال می شود. تلاش های برنامه ریزی شده دولتی برای نابودی مظاهر ملی و ضعیف نمودن بنیه مالی ترکمن ها با استقرار رژیم جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت. همینطور که همه میدونن هیچ اطلاع از تعداد ترکمنها، جمعیت ترکمنها تا حالا داده نشده، ولی گفته میشود که ترکمنها در حدود 2 تا 3 میلیون نفر هستند. به مناسبت 25 سال کشتار زندانیان سیاسی در ایران، من کشتارهای بدون محاکمه را آغاز میکنم. روز 6 فروردین سال 58 با تیراندازی افراد مسلح کمیته اسلامی به تجمع آرام ترکمنها در شهر گنبد قابوس جنگی تخمین شد. در این جنگ، در اثنای این جنگ، تعداد زیادی از ترکمنهای عادی بیگناه به عمد کشته شدند. در این محدوده من صحبتم ادامه میدم، ولی قبل از ادامه دادن صحبت اعلام می‌دارم که من تقاضای شناسایی، معرفی و مجازات عاملین این کشتارهای بدون محاکمه را دارم. بخش از اینها در منزل شخصی و بخشی در خیابان‌ها اعدام شدند و موردی هم هست که با انداختن نارنجک برای افرادی که دم خونشون بودن تعدادی کشته شدند. من به طور نمونه به تعدادی اشاره می‌کنم. کاسبی به نام عبدی دادخوا، کارمند بازنشستی به نام تایچه برومند، استاد دانشگاه آزاد گنبد قابوس به نام عبدالحکیم شهنازی، دو برادر به نام های گلی محمد و حاجی رحیم دازداری با بستن به رگبار به قتل رسیدند. در منزل و در خیابان کنار خونش. جوانی به نام جلیل گوگلانی دم خونشون با پرتاب نارنجک از ماشین کمیته که در حال گذر بود کشته می شود. جوان دانش آموز دیگری به نام بهروز آخندی در خیابانی در محله غیر ترکمن نشین با چوب و چماق و ضربات چاقو تیکه تیکه می شود. خانمی به نام ارازگل خانتزاده، خانم دیگری به نام بیبی ملتی به همراه بچه شیرخوارش در خانه با شلیک تیر کشته می شود. اواخر بهمن ماه 58 در شهر بندر ترکمن ساعتی بعد از نیمه شب 4 ترکمن معتمد مردم از منزلشون ربوده شده. چند روز بعد جسد 3 نفرشون به نام های پرویز ایرانپور، نازدردی نوشین و یوسف قرجه تیرباران شده از پشت سر در اطراف شهر گنبد یافت می شود. آن زمان آیت الله خمینی رهبر انقلاب حجت الاسلام خلخالی را به ترکمن صحرا اعزام داشته بود و شایع گردید که آنها را ابتدا در شهر گرگان محاکمه نموده به علت بیگناهی حکم آزادی داده می شود، ولی ربایندگان آنها را پیش خلخالی برده اجازه قتل دریافت می کنند. یک مورد دیگه، اراضی وسیعی از
اراضی مزروعی وسیع از ترکمن صحرا غصب شده و بعد از انقلاب در همون سال اول انقلاب محصولات غلات کشت شده اون را کمیته های اسلامی رژیم تلاش میکنن که خودشون برداشت کنن، ادعا میکنن که این زمین ها هنوز صاحبش مسئله مالکیتش حل نشده است. ولی شورای روستا شروع میکند، شوراهای روستایی شروع میکنند به درو کردن این محصولات. کمیته انقلاب اسلامی متوسل میشن به توطئه جنگ افروزی و برای این کار به روستایی به نام کوچک نظرخانی میروند. ابتدا سه کودک که مدرسه رو را با رگبار میکشن با مسلسل. به طور خلاصه باید بگویم که این ماجرا و ماجراهای زیادی از این قبیل با تلاشهایی که از جانب شوراهای روستایی و با آگاهی که انسانهای آگاه و منطقه داشتن با شکست مواجه شد. نمونه دیگر در شب 18 بهمن 4 نفر از نمایندگان ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا به نامهای شیر محمد درخشنده کماج، حاجی توباغ واحدی، عبدالحکیم مختومی و حسین جرجانی در راه مذاکره با هیئت وزارت کشاورزی که برای گفتگو از تهران به شهر گنبد آمده بودند ربوده می شوند. جسد شکنجه شده آنها یک هفته بعد در جنگل‌های استان خراسان شمالی یافت شد. من یک بار دیگه اعلام می‌دارم ما خواهان شناسایی عاملین این قتل‌های بدون محاکمه هستم. و مجازات آنها. متشکرم آقای کور، خیلی ممنون. الان از خانم ناهید مکی خواهش میکنیم که سخنرانی کنند در رابطه با حقوق بشر در کردستان.